نخستین طرح ملی حفظ قرآن با نام امامین عسکریین علیهما السلام با حضور صد قرآن آموز در سنین مختلف از استانهای مختلف عراق در صحن متحر حرم عسکریین در سامرا واقع در شمال این کشور آغاز شد حیدر میاهی هماهنگ کننده این طرح ملی در این باره گفت در این طرح که دو ماه به طول خواهد انجامید برنامه روزانه قرآن آموزان شامل بخشها و فعالیتهای متنوع است قرآن آموزان هر روز صبح پس از زیارت صبحگاهی و قرائت زیارتنامه به مطالعه و حفظ قرآن کریم نزد اساتید متخصص می‌پردازند و در پایان نیز از آنان آزمون گرفته می شود. میاهی افزود ادای نماز جماعت در صحن متحر، صرف نهار، استراحت زهرگاهی، سفرهای تفریحی و فعالیتهای ورزشی از دیگر برنامه های روزانه قرآن آموزان است و فرصت بعد از ظهر نیز به تکرار دروس صبح و ارائه دروس جدید به منظور آماده شدن برای روز بعد اختصاص دارد وی تاکید کرد حفظ آیات قرآن با در نظر گرفتن شماره آیه شماره صفحه و قرائت صحیح در حفظ انجام می شود